سلام دوستان عزیز، امروز میخوام که نحوه ثبت نام در فیلتر چیکن پروتون برای شما آموزش بدم که خیلی از دوستان یک قسمت مشکل داشتن. خب شما برای ابتدا باید یک فیلتر چیکن داشته باشید که دازو وصل شین که ما فعلا نت وی پی ان انتخاب کردیم و دازو وصل هستیم. میبینید دازو وصل هستیم، ولی میرویم در پروتون، اینجا کریت اکانت را میزنیم، اینجا نام کاربری. از ما میخواهد که یک نام کاربری را بزنیم که تا به حال کسی از رو استفاده نکرده. شما بسیار راحت میتونید که یک چند تا جمله همه تو سر به خود زده بروین، هیچ کدوم اهمیتی هم نداره این موضوع که جمله چی باشه. بعدی را میزنید و ببینید که وارد مرحله بعد شد، در قسمت گذر واژه. ما در قسمت گذر واژه میتونید که خودتون انتخاب کنید که چی انتخاب میکنید. من خودم ترجیح میتونم که برم وارد گوگل گروم شم و از اینجا در قسمت پسورد ساز اینجا میاییم پسورد ساز نشتم میکنیم، در سایت ها میاییم اینجا یک پسورد انتخاب میکنیم. از اینجا ساخت پسورد رو میزنم. ببینید دوستان، وارد این قسمت شدیم، تولید پسورد ساز یک سایت هست. اینجا برای ما یک پسورد میتونیم این رو کپی میگیریم، در اینجا کپی که گرفتیم میریم در اونجا پیستش میکنیم، ساق رو میزنیم، در اینجا باز دوباره میاییم ساق رو میزنیم، بعدی رو میزنیم. اینجا از ما یک ایمیل میخواید. شما اگر خودتون ایمیل دارید خودتون، اگر که ندارید بیاید دمی گوگل گروه نشته کنید که ایمیل یک بار مصرف، ایمیل یک بار مصرف که نشته کنید برای شما بسیار سایت ها رو میاره. شما میتونید که از اینجا یک ایمیل یک بار مصرف بگیرید و در اونجا استفاده کنید. اینجا از ما میخواید که نشان بتیم که آیا انسان هستیم یا خیر. اینجا وارد قسمت ایمیل ها شدیم، آدرس ایمیل موقت شما این ایمیل برای ما داد، کپی رو میزنیم، میاییم در اینجا پیستش میکنیم، بعدی رو میزنیم. ببینید که در حال ساختن است. اینجا یک کپچون میخواید از ما، میگه که آیا انسان هست یا خیر، تایید میکنیم ایره. خب میگه که امی گولی که در اینجا هسته، امی گولی میگه پیدا کو و برای ما علامت بزن که ما مطمئن شم تو انسان هستی. فعلا دو دانه پیدا کردیم، بعدی رو میزنیم. در اینجا هم یک تو پیدا کردیم، یکی دیگه هم اینجا هسته، اینجا هم هسته. خب بعدی رو میزنیم. خب منتظر میمونیم ببینیم که چی میگه. یکی دیگه رو انتخاب میکنیم، بررسی رو زدیم. خب صحیح، بله. ببینید که بارگیری سرور ها رو زده، نشته کده با وی پی ان خوش آمدید، تنها در چند ثانیه با وی پی ان آشنا شدید. خب مراحل آشناییش اینجا برای ما میگه که شما خودتان میتونید اینا رو بخونید. خب اتصال رو در این قسمت آمدیم. ببینید که در قسمت درخواست اتصال تایید را بزنید، در اینجا تایید را که زدید در حال اتصال نوشته است. ببینیم که داره متصل میشه، منتظر میمونیم تا این اتصال پیدا کنه. خب نوشته کده که مشکل پیش آمد، دوباره در اتصال را میزنیم ببینیم که چی گپ شده. خب منتظر هستیم تا یه اتصال پیدا کنه. خب نشد. خب در این قسمت میاییم، این قسمت رد شدن را میزنیم، از اینجا رد میشیم. نوشته که برای سریع‌ترین راه اتصال روی این دکمه ضربه بزنید. فهمیدم. خود دوستا ببینید، من یک شناخت از این و شما بتم که سه تا کشور برای شما به صورت رایگان میگه براتون، میتونید که بتونید از این سروراش استفاده کنید. اگر دیگه کشورها را میخواهید باید که نسخه پولی از این را بخریم که در قسمت کشورهایی آمده. شما ببینید در کشور یکی بزنید، اینجا برای شما سروراش آمدگی هست، شما هر کدامش خواستید میتونید انتخاب کنید. و بیشتر البته همین ژاپن اکثر سروراش همیشه کار میته. ما میاییم وارد قسمت کشورها را زدیم، نقشه را میزنیم. در یک قسمت چیزی خاصی در اینجا نیست، در قسمت پروفایل میاییم. ببینید دوستا، در این قسمت دو دانه گزینه ما داریم، یکی سریع ترین است و یکی هم به صورت تصادفی نوشته شده در اینجا.
می تصادفی را اکثرا انتخاب کنید، خودش تزی کده برای شما یک وی پی سرور پیدا میکنه که برای شما کار بتیه. تصادفی را میزنیم و منتظر میمونیم که متصل شد. ببینید دوستان که اینم متصل شد و بسیار به راحتی شما ما با وی پی این متصل شدیم. و یک چیز دیگر را برای شما بگم که اگر باز کدام مشکل پیدا کردید متصل نشد، بیاید در قسمت تنظیمات که آمدید، بیاید این قسمت پروتکل. این قسمت حتما باید در روی گزینه استلس باشه. ببینید که در گزینه اول بود و ما او را در گزینه استلس ماندیم. در این قسمت این خیلی مهم است، این را حتما مراعات کنید که در قسمت از او در همون گزینه باشه. خب ببینید ما فعلا متصل هستیم و کدام مشکلی نداره. خب ما میریم وارد یوتیوب میشیم در اینجا، ببینیم که کار میتونه ما یا خیر. خب میبینیم که یوتیوب برای ما باز کرد. ببینید دوستان عزیز که هیچ کدام مشکلی ندارم، ما میذاریم یک از اینا را پخش میکنیم. ببینید که پخش هم کرد برای ما و هیچ کدام مشکلی خاصی وجود نداره. خب دوستان اگر کدام مشکلی وجود داشت حتما در قسمت نظرها نوشته کنید برای ما تا و برای شما جوابش نوشته کنم.